باورهای شدید افراطی که همه ساله موجب کشته شدن هزاران انسان بیگناه و خسارات غیر قابل جبران در سراسر دنیا میشه. افرادگری که کودک و جوان و پیر و زن و مرد نمیشناسه. باورها و تعصباتی که هیچ پایه و اساس درستی نداره و توسط عده‌ای خاص و برای مقاصدی خاص پای ریزی و ترویج میشه. بخش اعظمی از همین باورها از دل مذاهب بیرون میان و در گذر زمان و متناسب با خواستهای حاکمان دستخوش تغییر میشن و به شدت ریشه در فرهنگ و باورهای مردم پیدا میکنن. با هم به تماشای برنامه شک و یقین میشینیم با خانم مریم معزنزاده. این برنامه اختصاص داره به تناقضات و عدم تطابق مسائل دینی و اثبات این که این باورها ساخته و دست پرورده خود انسانه و نه وحی نازل شده از سوی خدا. گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دینها ندارند اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه تفسا نه جهود، سر به حکم عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیش بیکران هست در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران گر بریزی عجر داری بیکران. دیگر اندیشانم آخر آدمند، دین چرا گوید که مهدور و دمند. من به این علت ندارم دین و کیش، تا نریزم خون هم نوعان خیش. تو همه فرزم تنها از خرد، با تمام مردم روی زمین. دوستی کن بهترین دین است این. درود دوستان، برنامه این هفته در ادامه هفته گذشته که در مورد کتابت و وحی بود، در رابطه با عدم تطابق‌های موجود در قرآن و اسناد دینی در مورد قرآن هست. آیا این کتاب یک کتاب الهی هست و از سوی پروردگار به اصطلاح هستی هستش، اونطور که مسلمین انتقاد دارن؟ آیا این به اصطلاح یک سری به قول معروف معجزاتی که در اون هست و بعداً در علوم ثابت شده، چگونه میشه اونها رو در نظر گرفت؟ و این همه عدم تطابق رو چگونه میشه توجیه کرد؟ آیا این یک معجزه هست که میشه که معروف هست معجزه پیامبر اسلام بوده؟ و یک سری و اسنادی که موجود هستن و نشان دهنده این هستن که در قرآن دست برده شده و بعضی از آیاتش رو به درخواست بعضی از افراد به اون اضافه کردن یا کم کردن، چگونه میشه اونا رو نگاه کرد؟ برای این موضوع شروع کنی به قسمتی از تدریس آقای بروجردی. معجزه علامتی است برای خود. معجزه یعنی عجز دیگران در ارتکاب آن، یعنی چیزی که دیگران نمیتونن، اینجا تو این حوزه پیدا میشه. معجزه اولا از گذشته ها که نقل روایت یه آیه است که این دوتا هم بارها بهتون گفتم، دو تا چرخ این ورانور اتومبیل تحلیل و تفکرن، هر دو هم باداشون کمه، نمیتونه مسافت زیاد بره. دلیلشه که میتونی ها، دلیلش اینه، آیه در این که از جانب خداست محکمه، ولی دلالتش زن حد، اصلا دلالت دیگه. بعد خود اینم یه جاپا میذاره برای تشریح حقایق و اینکه الا آیه قطعی و صدور صادر شده از جانب خدا اینجا داشته باش. حالا و ظنی و دلاله، این وسط رو بگیر، بذار دو طرف ترازو، تقیی و صدو زنی. خب چی رفتگیرت میشه؟ عدم تطابق. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن شفافه،
سلیس روانه برای خوندن. پس این چه مبحثیه دیگه در وردی؟ زنی و دلالت دیگه چیه؟ باید دلالت علنی باشه. مگه اون آقا که اینقدر طرفدار امروز در جهان اسلام داره نگم حسب ما کتاب الله، اون نمیدونست که زنی و دلاله هست؟ فقط به قطعی و صدور شسبید. این هم طرفدار داره. لا یعطیها الا الانبیا، به کسی داده نشد مگر به پیامبران. پیامبر که پیام آورده از جانب کی؟ اون الله. و رسوله، رسول کسیست که بار رو دوششه برای ابلاغات کتبی یعنی کتاب. نبی خبر میده، خواب دیده شده. آیا حالی روستا، دیشب در خواب دیدم خدا گفت به شما بگویم این کار رو نکنید. این وظیفه هم رسول سنگینتر کارش، مقامش بلوتر. بار رسالت رو میکشه، به مردم میگه بابا به من وحی شد. حالا مردم وحی رو که نمیتونن تشخیص بدن. حالا این پیغمبر بوده میگفت جبرائیل جبرائیل جبرائیل. وحی یعنی هم الهام. الهام شد به من که مثلا این کارو نکن، گناه اون کارو بکن، سواد. و حججه، حجت های او برای اینکه شناخته شود صداقت راست بود از تکذیب دروغ. حالا باز آخر این بس ما باید بشینیم تحلیل کنیم به این که لیعرف بهی صدق و صادق، برای این است که فهم مردم زیاد بشه. بگن اینی که صبح پا شده اومده بودم پیغمبرم ثابت باید بکند. میگه درخت را برو، بیمار شفا پیدا کن، مرده زنده شو. اگه نگه راستگو نیست. من کذب الکاذب، چون همه آمدن ادعا کردن که ما به الهام شده، الغا شده، خواب دیدیم، دستور اومده. خب این وسط عدم تطابق چی میگه؟ میگه که هرچه به ما رسیده نوشتنی هاییست، ما چه میدونیم راست بوده یا دروغ. اول قرآنم بندشو محکم کرد پیغمبر، گفت چی؟ گفت الذین یؤمنون بالغیب، این کتاب مال اونایی است که ایمان به غیب دارن. تموم شد. یک کلمه گفت، سکوت، حرف نزن، هرچی میگم همونه ولا غیره. حالا تو هم میخوای بگی که این نیست، بری جهنم. اونو میخوام، بهشت میدیم. خب حالا چه کنیم با آنچه که میبینیم؟ معجزات همه نوشته های کتابه. پیغمبرم تنها معجزش که باقی مون بعد خودش هم این کتاب هم که مملو است از عدم تطاب و عدم پاسخگویی به عقلی که خود اسلام عقل رو برده اون بالا. هرچی که عقل میگه شر میگه، هرچی شر میگه باید عقل بپذیره. ماه دو تیکه شد، چپ و راست. خیلی خوب، اگر قرار باشه چشم بسته به این طرق فاکتور الذین یؤمنون بالغیب، یعنی به این کار کار نداشته باش، دست بده پایین، حرف زیادی نزن، کافر میشی، گردن تو میزنن. اگه اینه هیچ. اگر افلا تعقلونه، افلا تشعرونه، افلا یتدبرونه، اگه اونه میگه که اینایی که اومده نوشتای کتاب، این کتابم که الان دست مسلمینه که میگن معجزه
جاودان پیغمبر اسلام اینم که اینه. خب حالا چی میمونه عثمان؟ از این طرف هم که با چشمش مردم یه چیزایی میبینند، یعنی معجزاتی. مثلا فرض کنید میره هند، میبینه طرف یه کارایی میکنه که هیچ کس نمیتونه بکنه. این درایت، اون روایت، درایت مقدم بر روایته، چون آنچه را دیده مقدم است بر آنچه که شنیده. خب دوستان، به دلیل اینکه وقتمون تموم شد، ازتون دعوت میکنم به ادامه بحث در هفته آینده توجه کنید.